بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همواره با مبحث سیری در نهج البلاغه در خدمتون می باشم. در نشست گذشته یک بحث جدیدی به اتفاق یکدیگر آغاز و شروع نمودیم که آیا سیدنا علی رضی الله و ارضا در فرمایشاتش به عترت وصیت فرموده یا به سنت، و بحثی داشتیم بر این که الله واحد عز و جل از امت محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام چی چیزی درخواست نموده، اونها را به این مطالبه فرموده بر این که از قرآن کریم، از سنت نبوی، از یاران پیامبر بزرگوار اسلام تبعیت کنند، و یا این که فرمایش دادند از اهل بیت پیامبرتان تبعیت کنید. در نشست گذشته بحثمان در واقع حول و حوش این قضیه و مسئله بوده، و تا حدودی این مسئله با استدلال به آیات کریمه قرآن کریم شرح و توضیح داده شد. مختصر جلسه گذشته در دقایقی عرض می کنم بر این که توجه بفرمایید که الله واحد عز و جل در قرآن کریم سه جهت مهم برای تبعیت و پیروی مشخص فرمودند. در وهله اول الله واحد عز و جل از امت محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام درخواست نموده بر این که از این کتاب، یعنی از قرآن کریم تبعیت کنیم. اونجاست که در آیه 155 سوره انام می فرمایند و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه. این جهت اول. جهت دوم عرض شد بر این که با توجه به آیات کریمه قرآن کریم جهت دوم هم مشخص شده است، و الله واحد عز و جل از پیروان پیغمبرش چنین درخواست نموده بر این که از پیامبران الهی و به ویژه شما امت محمد علیه الصلاة والسلام از پیغمبر خودتان چه تبعیت کنید. الله واحد عز و جل در این مورد می فرمایند که يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر آية. فهمتني فرمايش دادان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله عز وجل ببيغمبر خداش فرمايش مدهد كي ببيروان خدات بياران خدات إنو عنوانكم برين كي اگر من محمد قبول دارید و در واقع بایستی که از من هم پیروی کنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگر الله واحد عز و جل دوست دارید و به او ایمان آورده اید، از من محمد به عنوان پیغمبرتان چه پیروی کنید، تا در نتیجه محبت الله واحد عز و جل شامل شما هم شود. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني محبة الله واحد عز وجل براي شما بإن مشروط شده است بر إن كأز پیغمبرتان يعني محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام چه پیروی کنید. إن جهات دوم و آيات بيشتري هم ذکر شد. جهات سوم إن است که الله واحد عز وجل باز هم پیروان محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام به این ارجاع فرموده بر این که از چه کسانی پیروی کنید؟ از کسانی پیروی کنید که از پیغمبرتان چه به خوبی و نیکی پیروی کردند. و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار و
والذين اتبعوهم بإحسان. یعنی نسل های بعدی الزامن شرعا بایستی از کتاب پیروی کنند، از سنت نبوی پیروی کنند، و در مرحله سوم از یاران پیامبر، شاگردان پیامبر علیه الصلاة والسلام چه پیروی کنند، زیرا که اینها با پیامبر نشست و برخاست داشتند و از مدرسه نبوت کمال فیض بردند. از این رو اینها به عنوان پرچمدار اسلام، به عنوان پرچمدار دعوت می باشند. از اینها چه به نیکی تبعیت کنید. این سه جهت مهمی که الله واحد عز و جل در قرآن کریم برای ما مسلمانان مرسوم نموده. پس تا اینجاست که ملخصی بود از نشست گذشته، و عرض شد بر این که در قرآن کریم آیه ای نداریم همچون آیه و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان در مورد اهل بیت اختصاص به اهل بیت باشد، چنین آیه ای نداریم. و عرض شد در نشست گذشته بر این که همین آیه شامل اصحاب رسول الله علیه الصلاة والسلام باشد و شامل اهل بیتی می باشند که هم در واقع مزیت اهل بیت و هم مزیت صحابه بر اونها و در مورد اونها چه صدق میکنند. به عنوان مثال سیدنا علی رضی الله عنه، سیدنا الحسن ابن علی و الحسین ابن علی رضی الله عنهم جميعا، چه اینها هم از اهل بیتن و هم از صحابه کرام رضی الله عنهم جميعا. پس تا اینجاست واضح و روشن شد بر این که آیه مستقلی نداریم برای اینکه الله واحد عز و جل اختصاص داده باشد در مورد اهل بیت پیغمبرش برای اینکه از اون تبعیت کنید. و اما بحث امروز ما همین مبحث با شیوه در واقع دیگری. در نشست گذشته در مورد تبعیت برای اینکه آیات قرآن کریم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بعد در واقع در مورد سنت اینجاست که اطیع الله و اطیع الرسول و الی آخری. اما امروز ببینیم که آیا به جز کلمه اتباع ما تقریبا سه کلمه مهمی می شود با الفاظ تقریبا چنین عنوان کرد، با الفاظ مختلف اما با یک معنا، لفظ اتباع و لفظ اقتداء و لفظ تمسک. این سه لفظ در قرآن کریم در آیات مکرری آمده است. در نشست گذشته اختصاص دادیم به لفظ اتباع، الان در این نشست هم میخواییم ببینیم که الله واحد عز و جل در مورد اقتداء چه بیاناتی فرمودند. آیا فرمایش دادند که اقتداء کنید به اهل بیت و یا نه، اقتداء کنید به کتاب، اقتداء کنید به پیامبرانی که برای ارشاد و راهنمایی امتها فرستادم. پس بازگردیم و همچون نشست گذشته با استدلال به آیات کریمه قرآن کریم این مبحث رو به اتفاق یکدیگر آغاز و شروع کنیم. در ابتدا در مورد لفظ اقتداء صحبتی داشته باشیم. در مورد اقتداء الله واحد عز و جل می فرمایند که اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الان الله واحد عز و جل در این آیه 90 سوره انعام می فرمایند که اولئك الذين هدى الله، این گروه، این ناس، این قشر، این افراد از طرف الله واحد عز و جل چه راهنمایی برشا شدند و هدایت یافتند، هدایت شدند. الان الله واحد عز و جل میفرماید که از این افرادی که من الله اونها را هدایت کردم شما از اونها چه پیروی کنید، اقتدا کنید. اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده. الان ببینیم که این آیه قرآن کریم اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده در مورد چه کسانی؟ آیا در مورد اهل بیت است و یا در مورد یک قشر خاصی از
امتش، و یا اینکه در مورد پیامبران بزرگوار علیهم الصلاة والسلام. این آیه در سوره در سوره انعام آیه 90، توجه بفرمایید، آیه 90 سوره انعام چنین می‌فرمایند: الله واحد عز وجل، اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. برای فهم بیشتر این آیه کریمه قرآن کریم به آیاتی ما قبل از اون، به سیاق آیات بازگردیم تا اینکه دریابیم این فرمایش برای متوجه چه کسانی است. مخاطبین این آیه در واقع که ما مسلمانان هستیم، برای اینکه با قرائت و تلاوت این آیات از چه کسانی اقتدا کنیم. الان بازگردیم به آیات ما قبل از اون، به حداقل به 4-5 آیه قبل از اون. در آیه 84 کل آیات ما قبل از اون در واقع الله واحد عز وجل در مورد چه کسانی سخن می‌فرمایند: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا على آتيناها إبراهيم على قومه. بعد می‌فرماید: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. آية بعد می‌فرماید: ويوسف وموسى وهارون. بعد آية بعدش: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. آية بعدش: وإسماعيل واليسع وإسماء ويونس ويونس ولوطا. بعد بفرمايات: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. تا إنك الله واحد عز وجل. بعد بفرمايات: أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. بعد إنجاز كمي فرمايات: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. توجه فرموديد بس با توجه به سیاق آیات کریمه، مقصود اقتدا در این آیه کریمه از چه کسانی ما بایستی پیروی کنیم؟ از پیامبران بزرگوار الهی. این یک مورد. مورد دوم، تمسک جستن. لفظی داشتیم به نام اتباع، گذشت. لفظی داریم الان در مورد اقتدا در این آیه، باز هم مروری داشتیم. الان ببینیم در مورد تمسک، الله واحد عز و جل در قرآن کریم باز به چه چیزی فرمایش میدهد که تمسک بجوید؟ به قرآن کریم و یا به اهل بیت؟ به پیامبران تمسک جوید و فرمایشات اونها و اقوال اونها، و یا به اقوال و فرمایشات اهل بیت؟ این را هم عرض کنم، برای اینکه اهل بیت رضی الله عنهم جمیعا مورد تقدیر و احترام و بزرگ داشته تک تک ما مسلمانان می باشند. اما اینجاست که زمانی که این عرض می کنم، برای اینکه آیا در مورد اقتدا و اتباع و تمسک جستن ما بایستی دنبال رو اهل فرهنگ اهل بیت باشیم و یا فرهنگ قرآنی باشیم، اینجاست که ما بایستی در وهله اول تابع قرآن کریم باشیم، تابع سنت نبوی باشیم. الان اهل بیت رضی الله عنهم جمیعا بالطبع که تابع قرآن کریم و سنت پاک نبوی می باشند، اما در وهله اول بنا به قرآن کریم اتباع و تمسک و اقتداء از قرآن کریم می باشد، از پیامبران می باشند، و در مورد اتباع از اصحاب رسول الله علیه الصلاة والسلام می باشند. بدین جهت عرض کنم به عنوان مثال، بعد از سیدنا علی و الحسن و الحسین، ائمه بزرگواران زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام کاظم، امام رضا و الاخری رضی الله عنهم جمیعا، توجه فرمایید، اینها در واقع به عنوان یک فرد مؤمن، به عنوان یک فرد مسلمان از امت محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام، اینها هم ملزمن شرعا از پیامبران، از کتاب، از سنت نبوی، از صحابه رضی الله عنهم جمیعا چه پیروی کنند، اقتدا کنند و به راه و روش اونها تمسک جویند. الزاما بایستی چنین باشد، چرا که به عنوان مثال این ائمه بزرگوار
با رسول الله علیه الصلاة والسلام معاشرت نداشتند، نشست و برخاست نداشتند. اینها فرمایشات نبوی از چه طریقی و از چه نسلی و از چه کانالی به اینها رسیده؟ از کانال سنت نبوی. سنت نبوی چه کسانی به نسلهای بعدی منتقل کردند؟ بدون کمترین تعصب و بدون اما و اگرها و بدون شک و تردید، از طرف نسل صحابه رضی الله عنهم که الحسن و الحسین و سیدنا علی از جمله نسل صحابه رضی الله عنهم جمیعا میباشند. و در رأس نسل صحابه چهار خلیفه راشد، یعنی این که چهار خلیفه راشد رضی الله عنهم جمیعا، اینها در واقع ناقل قرآن کریم و ناقل سنت پاک نبوی برای نسلهای بعدی می باشند. و اما ببینیم در مورد تمسک، دو آیه ای داریم در قرآن کریم که در مورد تمسک می باشند و به تمسک و به تمسک جستن چه سفارش می دهد. آیه اول در سوره بقره: لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. این آیه اولی در قرآن کریم. الان توجه بفرمایید که مراد و مقصود از این کلمه در مورد تمسک این است که فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الآن العروة الوثقى ببینیم به چه معناست. آیه بعدی هم قرائت کنم. آیه بعدی باز هم الله واحد عز وجل میفرمایند در آیه 22 سوره لقمان: ومن يسلم وجهه الى الله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني إنك در واقع العروة الوثقى يعني إنك هر كسي بطاغوت كفر ورزد و إيمان بيوبرد بالله واحد عز وجل بيك دسگيري محكمي كي گسستني نيست دس يافته. در آية بعد باز بهمون صورت هر كسي كي رو آورد بالله واحد عز وجل و در حالی که نیکوکار باشد و اعمال نیکی از او سرزند، فقد استمسک بالعروة الوثقى، یقینا که چنین شخصی به دستگیره محکمی چنگ زده است. اما الان ببینیم که العروة الوثقى به چه معناست. زمانی که ما به مفسرین بزرگوار مراجعه کنیم، میبینیم که مراد و مقصود از کلمه فقد استمسک بالعروة الوثقى در اینجا، العروة الوثقى بنا به فرمایشات علمای بزرگوار و به ویژه در تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه مراجعه کنیم، اقوال بزرگان اهل علم میآورد که سعید ابن جبیر، امام سدی، امام فلان، ابن عباس رضی الله جميعا، هر کدام یک تفسیر خاصی داشتند. اما در مجموع اگر خوب دقت کنیم، هرچند که هر کدام از این بزرگان به یک کلمه خاصی اشاره نموده، اما در مجموع تمام این کلماتی و جملاتی و معانی مختلفی که به ظاهر با الفاظ مختلف بیان فرمودند به یک معناست. یکی از این بزرگان میفرماید العروة الوثقى لا اله الا الله. یکی از این بزرگان میفرماید العروة الوثقى یعنی ایمان. یکی از بزرگان میفرماید العروة الوثقى قرآن کریم. توجه فرمایید، در مجموع اگر خوب دقت کنیم، تمام این اقوالی که در مورد چه لا اله الا الله گفته شده و چه ایمان گفته شده و چه اسلام و چه قرآن، همه به یک معنا هستند. پس العروة الوثقى بر این که تمسک جستن به توحید، چرا که لا اله الا الله توحید است، قرآن توحید است، ایمان توحید است، اسلام هم توحید است. و اما در مورد العروة الوثقى، این هم من باب امانت اعلام در واقع بیان کنم، برای اینکه از دیدگاه اهل سنت العروة الوثقى همین که اشاره داشتم،
لا اله الا الله می تواند باشد، ایمان می تواند باشد، اسلام می تواند باشد و قرآن کریم می تواند باشد. اما نزد بعضی از مفسرین برادران شیعه در واقع زمانی که مراجعه کنیم اونها را العروه الوثقا به کلمات دیگری بنا به تفسیرات خاصی که خودشان دارند، یکی از این مفسرین میگوید که العروه الوثقا به معنای ولایت، الولایه. یکی دیگر میگوید که العروه الوثقا یعنی اتصال به اهل بیت. العروه الوثقا یعنی که ما فقط چنگ بزنیم به اهل بیت. توجه فرمودید؟ در صورتی که اگر خوب دقت کنیم به قرآن کریم در نشست گذشته رایزی که داشتن و در این نشست یک نیمچه آیه هم نداریم که از دیدگاه قرآن کریم راهنمایی کرده باشد بر این که از اهل بیت پیامبر من تبعیت کنید و یا اقتدا کنید و یا تمسک بجوید. توجه فرمودید؟ از این رو اونهایی که در واقع العروه الوثقه به اتصال اهل بیت و یا این ولایت و الی آخری اشاره میکنند، الان برای در واقع بیان کردن این دلیل و مستحکم کردن دلیل خودشون مثلا اشاره دارند بر اینکه پیامبر علیه الصلاه و السلام فرموده، به علی فرموده انت العروه الوثقه، یعنی اینکه پیامبر علیه الصلاه و السلام به سیدنا علی رضی الله عنه فرمایش دادن که انت العروه الوثقه، یعنی مراد مقصود از فقد استمسك بالعروه الوثقه، یعنی اینجاست که پیامبر در تفسیرش چنین فرموده که ای علی تو العروه الوثقه هستی، در صورتی که در نزد جمهور مفسرین چنین نیست. و اگر روایتی بودیم یا تفسیری داشتیم و یا تفسیری داشتیم و یا این روایتی داشتیم در واقع کتمان نمیشود و به ما و نسلهای ما بعد ما هم چه میرسید. پس این مختصری بود در مورد قضیه اتباع، اقتدا و تمسک. و در نهایت اشاره کنم بر این که با توجه به قرآن کریم سه لفظ اتباع و تمسک و اقتدا بیان شده با توجه به این آیات کریمه قرآن کریم. اما الان یک موردی در مورد العروة الوثقا که اشاره داشتن برای این که بعضی از برادران شیعه اون را العروة الوثقا به اهل بیت نسبت میدهند، با توجه به این دیدگاه برادران شیعه میآیند و اهل بیت را اصل قرار میدهند و هر کسی که از این اصل تبعیت نکند اون انسان گناهکاری است. توجه فرمودید؟ برادران شیعه اهل بیت را اصل همچون قرآن کریم و همچون فرمایشات نبوی اونها را قرار میدن و هر کسی که مخالفت و سرپیچی کند از اهل بیت، یعنی اینکه در واقع مرتد و کافر و الاخری و مرتکب گناه بزرگی شده، در صورتی که چنین اصلی در قرآن کریم نیست. برای دفع و رفع شبهه یک جمله هم اشاره کنم، پیروی و اقتدا و تمسک به جستن به فرهنگ اهل بیت شک و شبهه‌ای نیست که اشکال شرعی ندارد، چرا که اهل بیت رضی الله عنهم جميعا و به ویژه در رأس اونها سیدنا علی و سیدنا حسن و الحسین فرهنگشان، منهجشان، فکرشان، ایدهشان همان قرآن و سنت، همان راه و روش و سیرت و فرهنگ و منهج ابو بکر و عمر و عثمان. اما چه چیزی؟ اون چیزی که مد نظر بنده است و مقصود بنده در عرایزم این است که الان یک سری اقوال زیادی به اهل بیت نسبت داده شده. اینجاست که عرض می کنم، نه اینکه هر جمله‌ای که برای ما گفتند که امام جعفر صادق چنین گفت، امام باقر چنین گفت، زین العابدین چنین گفت، نه، الان اگر واقعا امام جعفر صادق اون قول از اون ثابت شده 100% صحیح شده، روایتی که از امام جعفر صادق رضی الله عنه روایت شده صحیح می باشد و طبق قرآن کریم و فرمایشات صحابه و الاخری، خب این علی العین و الراس و هیچ مشکلی نیست. اما اینجاست که متاسفانه یک سری اقوال زیادی به این بزرگان نسبت داده شده. از این رو بنده عرض می کنم که قرار دادن اهل بیت اصل به عنوان قرآن کریم چنین چیزی از لحاظ از دیدگاه شرعی
اشکال خواهد داشت. یک میان برنامه ببینیم و باز هم در خدمتون می باشم. مجددا خدمت کوی که شما سلام عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از این میان برنامه مبحثی در مورد شیبه و کیفیت اتباع و اقتدا و تمسک جستن به قرآن کریم، به سنت پاک نبوی و پیروی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و رضی الله جمیعا و همچنین تبعیت و پیروی از فرهنگ اهل بیت رضی الله عنهم، مادامی که این فرهنگ مطابقت داشته باشد با فرهنگ قرآن کریم و سنت نبوی و راه و روش اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب تماس، اولین تماس رو بگیریم. آقای رضا از اصفهان بفرمایید برادر. سلام علیکم آقای کشتار عزیز، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته، اعزك الله، بفرمایید. عرض کنم آقای کشتار عزیز، سوالی که من دارم اینه که یه مطلبی رو دیدم در باب کرامت اولیا از نظر اهل سنت که صحابه تیول عرض میکردن روی هوا و آب راه میرفتن. آقای رضا با احترامی که به شما قائلم، برادر بزرگوار، بحثمون در مورد اتباع، اقتدا، تمسک از دیدگاه قرآن کریم، در این زمین اگر فرمایشی داشته باشی در خدمتون میباشم. نه در کتاب احسن المحسود دیدم از مولوی سیدزاده. نه اون بذار برادر بزرگوار بذار. شما چرا در واقع به برنامه احترام نمیذارید؟ همیشه دوست دارید حالگیری کنید، اذیت کنید. بذارید با هم مثل دو برادر مسلمان. مگه شما برادر آقای رضا، بذار من این سوال داشته باشم. آقای رضا عزیز، جناب عالی، قرآن کریم قبول دارید که درست یا نه؟ بله 100%. آفرین، احسن، جزاک الله خیر. 100% قرآن کریم قبول دارید.
بنده هم و سایر الان بینندگان عزیز محترم که این برنامه رو تماشا میکنند و مشاهده میفرمایند، همه به این قرآن کریم خودمان افتخار میکنیم. پس من باب اولا بذار فلان فلان کتاب چه گفته، برگرد به قرآن کریم، حداقل یک بار که شده آیات قرآن کریم بررسی کنیم. آیاتی من اینجا تلاوت کردم برادر، اقتدا، تمسک، پیروی در قرآن کریم. در مورد قرآن کریم بفرمایید. بله چشم، من الان از کلام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با قرآن صحبت میکنم. منتها خب شما جواب سوال من رو ندادید، اشکالی هم نداره. عرض کنم وقتی خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که من دو جانشین بر روی زمین، خب تماس بعدی. تماس بعدی آقای محمد عزیزت. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه و بینندگان عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. بنو استاد عزیز، میبخشید آقا محمد، فقط من یک میبخشید من یک کلمی عرض کنم. آقای رضا، من یه بار دو بار جناب عالی در واقع پیشنهاد دادم و خدمتتون عرض کردم که در برنامه باش، در صلب موضوع باش، ولی جناب عالی اصرار دارید که حاشیه بروید، از این رو تا فرمان قطعتون کردن. خب آقای محمد بفرمایید. فقط آقای محمد عزیز، همونطوری اون عرایضی که نسبت به آقای رضا داشتم متوجه جناب عالی هم میشه. در قرآن کریم باشیم. بفرما آقای محمد. روایت های گوناگون داریم، روایت های معتبر داریم در منابع اهل سنت که پیامبر خدا ایشون دستور دادن کتاب الله و اطرت اهل بیتی. آقای محمد عزیز من، من با چه زبانی دارم میگم؟ این متوجه این زبان الکن بنده نمیشوید شما؟ آقا من عرض کردم اول صحبت بنده از قرآن کریم، الان شما میخوای منتقل بشید به سنت، مشکلی نیست، جواب اون دارم، ولی اعلام بفرمایید برای بینندگان عزیز محترم که یک نیمچه‌ای در قرآن کریم نیست که سفارش کرده باشید از اهل بیت اقتدا کنید، پیروی کنید. اونو اول بفرما که بعد بریم به سنت. خب الان در قرآن مجید کجا گفتی که به صحابه اقتدا کنید؟ احسنت، الان آیه 100 سوره توبه اینو میفرماید، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. الان چی میفرماید؟ والذین اتبعوهم باحسان، اونهایی که بنیکی از صحابه سابقین اولین مهاجرین. چه کسانی سابقین اولین از مهاجرین و انصار؟ من و جناب علی نیستیم؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی و طلحه و زبیر و سعد و سعید و الی آخره رضی الله جميعا، اونها سابقین اولین مهاجرین. الان چی میفرماید قرآن؟ میگه من کشتکار و شما آقای محمد عزیز و آقای رضا ببینند از محترم، شما به خوبی از ابوبکر و عمر و عثمان و علی به خوبی پیروی کنید، اون وقت من الله از شما راضی خواهم شد. این در مورد تبعیت الصحابه. بفرمایید. بنده از شما خواهش میکنم که یک حداقل اگر شده یک 10 دقیقه یه رو ما با هم دیگه در همین مورد صحبت کنیم. خب شما عرض کردین که صحابه فرمودن که صحابه از تبعیت باید بکنه از صحابه. حالا من سوالم از شما اینه، یعنی شما میفرمایید که خداوند متعال دستور دادن به صحابه‌ای که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که صحابه من در کنار کوزه کوثر، صحابه من رو دارم به سمت جهنم میرن. ببین داری میر، اجازه بده. ببین عزیز من، خب شما میگید سبحان الله. ببین برادر محترم، برادر عزیزم، الله عز و جل شما را حفظ کند، یک آیه برای من بیار که الله واحد عز و جل فرموده که این، ببین الان آیه من آوردم که از صحابه پیروی کنید، الان شما یک آیه بیاورید که آمده باشه که آقا از صحابه پیروی نکنید، صحابه مرتد شده. آیه بیار، یک آیه بیار، بحث ما قرآن است. من عرض کردم الان استدلالتون فقط از قرآنه؟ بله، اول قرآن بعد میریم سنت. بله برای این که من میدانم چی میخوای بگی، میگه که پس شما سنت قبول ندارید فلان فلان، ولی نه،
الان شما باز هم اعتراف کنید که در قرآن آیه ای نیست در این مورد. بله، ما میریم سنت بحثش میکنیم. یالا بفرما. شما اجازه بدید من بهتون بگم، شما الان فقط دارین میگین به قرآن، یعنی دارین حرف خلیفه دوم اولو دارین دوم میزنین که گفت حسب الله کتاب الله، فقط خب. کتاب خدا. آیه قرآن دارید یا با ببین آقای محمد، آقای محمد آیه ای دارید یا با شما خداحافظی کنیم؟ برای چی میترسیم فرار میکنیم؟ من انقدر روایات صحیح و سند در کتابای معتبر. خب اجازه بده، اجازه ببین برادر عزیزم، برادر من دارم راهنماییت میکنم، روایت اولاتره یا قرآن کریم؟ روایت مگر حرف پیغمبر مگر نیستش؟ درسته، بله کاملا صحیح. الان من دارم عرض میکنم، آقا چند بار تکرار کنم، من میگم که شما آیه ای از من خواستید، الان بینندگان قضاوت کنن، آیه از من خواستید، من تلاوت کردم، الان من از شما آیه خواستم، بگو که آیه نیست که بریم به سنت. اینو من میخوام، این اعتراف میخوام از زبان شما بکشم. بفرما. بله آیه هستش، من الان بهتون میگم آیه تطهیر در مورد اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اومده، در سنت هم گفته که آیه بیار، سنت نرو. آیش چی؟ آیش خب بگو، من آیش چی اینو بگو که من در بیارم. آیش چی؟ شما اجازه بدید، شما الان استدلال اینکه و سابقون الاولون و الاخرون، شما منظورتون صحابه یه، درسته؟ درسته. خب حالا ما حرف خدا رو قبول کنیم یا حرف پیغمبر رو قبول کنیم؟ حد در صحیح بخاری میگه صحابه من رو به سمت جهنم میبرد، یعنی شما میگه ما باید از صحابه پیروی کنیم؟ خب آقای محمد عزیز ببین، این حدیث من 100 بار نه 10 بار 100 بار شرح دادم، ولی ببینید بینندگان محترم متوجهن که یک نیمچه آیه هم نمیتوانید دلیل بیاورید. خب آقای محمد هم خداحافظی کنیم. آقای احمد صدا ضعیف، تو اخبار محمد از احمد از خوزستان بفرمایید. سعی میکنیم تعداد بیشتر تماسان بگیریم که ببینیم ممکنه به یک نتیجه برسیم. آقای احمد، آقا از خوزستان بفرما برادر. آقای احمد، احمد قشود ابن مالک بفرما. سلام علیکم. علیکم السلام رحمت الله و برکاته. خب شما آیه قرآن میخوای، من اول آیه قرآن میخونم، اما بذار حرفم منعقد بشه. اول آیه بخون. خب بله، آیه ای که خاصی در قرآن راجع به احتسام و تمسک و پیروی از اهل بیت، اخذ از اهل بیت اسمت، یه آیه میخونم، آیه 103 سوره آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ابن حجر در سواق المورقه. بگذار ابن حجر، بگذار ابن حجر. آیه چی بگو برام، چه آیه کجا خوندی؟ آیه 103 سوره آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خب بله درسته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا اجازه. خب بفرمایید. اخرج الثعلبی فی تفسیر هذا. نه آقا، آقای عزیز گفتم نرو. اخرجا نمیخوام، اخرجا فلانی گفت. آقا من و تو عقل داریم، شعور داریم، ما اهل علمی، من و تو با هم بحث میکنیم، نرو فلانی. اجازه بفرمایید آیه‌ای که الان ببینید بیننده عزیز محترم، این آیه‌ای که آقای ابن مالک بهش استدلال میکنه خنده آوره. الله عز و جل در آیه 133 آل عمران چی میفرمایید؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ببینید ای کسانی که ایمان آورده اید، بعد میفرمایید اتقوا الله، تقوا پیشه کنید و از این دنیا با تقوا بروید. بعد میفرمایید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به ریسمان الهی چنگ بزنید، به قرآن کریم، به ایمان و به الاخری، و دست از تفرقه و جدایی و نزاع و شقاق بردارید. این کجاش الان رب داره به اقتدا و تمسک و پیروی از اهل بیت؟ برادر ابن مالک الله حفظت کند. آقا اجازه بده من صحبتم تموم نشده. نه من صحبتت اجازه نمیدم الا آیه صریحی برای من بیاری. تو داری از تفاصیل فلانی 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 گفت. من هیچ کس نمیشناسم الا قرآن کریم و سنت صحیح نبوی. قرآن کریم آیه برام بیار. خب شما نمیذاری من صحبت کنم که. خب بگو آیه بیار. اجازه بده یک لحظه، این لحظه من یک دقیقه صحبت کنم، خداحافظی میکنم. نه اگه از تفسیر بخوای بگی اتاق فرمان قطعت میکنن. آیه فقط بخون برام. این آیه خب نشود. آیه که
یک آیه دیگر اگه داشته باشی. سابقون الاولون، اجازه. همون آیه که آیه در سوره توبه خوندی. بله. همون آیه هم علمای اهل سنت نوشته راجع به امیر مؤمنان علی علیه السلام. همون آیه هم که خوندی. اجازه بده. چش سوالت خیلی جالبه. الان ببین جوابت میدم. میفرمایید که الله که فرموده و سابقون الاولون من مهاجرین انصار علی، حضرت علی رضی الله عنه باشه. آقا و سابقون، نه سابق، و سابقون گروهی از افرادی از مهاجرین و انصار، همه اینا مختصر میشه در یک علی. با چه عقلی سازگاره؟ آیا خودت اینو قبول داری؟ الله میگوید و سابقون الاولون من مهاجرین و الانصار، اونهایی که سبقت گرفتند، ایمان آوردن، در ایمان سبقت گرفتن، از گروه مهاجرین و انصار. صدها مهاجر داریم، صدها انصار داریم، آیا مختصر شده در علی؟ مگه این عقل این رو میپذیره؟ خب شما اجازه میدی من دلایلمو بگم راجع به همین آیه که خوندی؟ نه دلایل نگو، آیه بیار. آیه، من آیه میخوام. خب آیه و سابقون الاولون کیه؟ عبدالرحمن بن عوف میگه سابقون الاولون علی. خب باشه چشم، اجازه بده. ابن مالک، من سوال دارم، عبدالرحمن ابن عوف یا هر کسی که گفته باشه آقا مراد از سابقون اولین من مهاجرین انصار علی است، آیا خودت اینو میپذیری که همه این آیه فقط علی است؟ خودت میپذیری انصافا وجدانا اینو بگو؟ تو را به الله واحد عز وجل قسم میدهم و مراد از و سابقون الاولون من مهاجرین انصار فقط یک دونه علی میباشد؟ خودت بگو. بگذار عبدالرحمن ابن عوف. میگه مصداقت اصلش ابن عباس هم میگه علی. تفسیرش رو بخونم برادر من. من از خود سوال گرفتم، از خود عقل خودت، خود تمامه. یعنی مراد از این آیه 100 سوره توبه فقط علی است، لا غیر؟ میگه مصداق اصلش علی است. خب تماس بعدی آقای احمد از خوزستان، بفرمایید. سلام علیکم جناب استاد کشکار عزیز. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته، بفرمایید. جناب آقای کشکار عزیز، یک کمی صداتون محبت کنید بالاتر ببرین. بله، عرض کنم خدمتتون، بند دو تا مطلب رو خدمت شما بیان میکنم در واجب همین موضوعی که شما درخواست میکنید. فقط به حضرت عالی لطف کنید یه چند در واقع مقداری آب داخل لیوان هست جلوتون بخورید، کمی خنک بشید، انشاءالله یک صحبت آرام و دوستانه‌ای رو با هم داشته باشیم انشاءالله. اولا عرض کنم خدمتتون که در مورد مطلب حضرت عالی همین الان فرمودید که قرآن دستور داده که از اصحاب تبعیت و پیروی بشه. خب من از حضرت عالی این مطلب رو میخوام که همین صحابه، همین اصحابی که میفرمایید خدا گفته که از اینا تبعیت بشه، همین اصحاب گفتن که از در واقع از اهل بیت باید تبعیت کنید و در دین باید به اهل بیت اقتدا بکنید. ابن حجر عسقلانی این مطلب رو آورده و میگه سند صحیحه. این مطلب آقای احمد عزیز، چرا شما همیشه میره طرف ابن حجر عسقلانی و الاخری میروید؟ برادر محترم بحث من خلی جاجت با هم نداریم، چرا اعتراف نمی کنید؟ بیا آقا شجاعانه بگو بله که آیه ای در قرآن کریم صراحتا نداریم به اینکه خدا گفته از اهل بیت پیامبرم پیروی کنید. اینو عنوان کنید وقتی نیست. شما چرا همیشه میزنید به حاشیه میروید؟ راهی کوتاه این همه دور میزنید. جناب کشکار عزیز، عزیز من، اعزک الله، احمد آقای عزیز، شما از خوزستان هستید و احتمال عرب زبان باشید. آیه قرآن کریم واضحه، روشنه، قرآن کریم واضحه. ولقد یسرنا میفرماید ولقد یسرنا، یعنی این قرآن واضحه، سهل و آسانه. الان آیه برای من بیار، اگر نیست بگو نیست، الله حفظت کند. اگر جناب آقای کشکار عزیزم، اگر دنبال یک آیه‌ای هستید که بیاد بگه ای مؤمنین شماها برید از اهل بیت پیغمبر تبعیت بکنید، من به شما میگم با این لفظی که شما میخواید نه نیست، این حقیقتی. اما
این مطلبی که حضرت عالی فرمودید خدا گفته از اصحاب باید تبعیت بکنید، همین اصحاب گفتن باید از اهل، گفتن پیغمبر گفته که باید از اهل بیت تبعیت کنید. اجازه میدی من مطلبشو بخونم؟ بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون و متشکر از حوصله شما. این مطلب در کتاب المطا، خود شما رو به خدا قسم تو حرفم نپر، بذار من یه 30 ثانیه حرف بزنم جناب کشکار. این مطلب در کتاب المطالب العالیه مال آقای ابن حجر عسقلانی اومده، از حضرت علی علیه السلام مطلب رو نقل میکنه که احتمال زیاد میدم حضرت علی جز اصحاب باشه، نمیدونم شاید جدیدن از اصحاب خارج شده باشه. حضرت علی رو مسلمان ها میدونن جز اصحاب بوده. این حضرت علی میگه که پیغمبر گفته که باید از اهل بیت تبعیت بکنید. این روایت متن روایت من میخونم. ان النبي صلى الله عليه وسلم ادامه میده، ثم خرج اخذا بيده قال الستم تشهدون ان الله تبارك وتعالى ربكم الى اخر. تا اونجا میرسه میگه وقد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تولوا كتاب الله واهل بيتي. خب بره میگه اجازه بده من همین ببین، چون اجازه بده مطلبت گرفتم، چون از بنده خواستید که یک دقیقه در اختیار گذاشتم. عرضم به حضور جناب عالی در مورد سنت و در مورد این مسائل اختلاف نظر نداریم، ولی بحثم اینه. الان شما میفرمایید که کتاب الله و عترتی، یا کتاب الله و ذکرکم الله فی اهل بیتی و الاخره، این روایت ها هست، در ضمن روایت های در مورد صحابه داریم، ولی بنده هدفم اینه که قبل از اینکه منتقل بشیم به سنت، من میخوام از زبان شیوا و پاک جناب عالی اینو بشنوم، این اعترافو بگیرم. بگو کش آقا در قرآن کریم درسته آیهی صراحتا نداریم که گفته از اهل بیت پیروی کنید، ولی در سنت، به سنت منتقل میشیم، اون روایت ها مناقشه با هم میکنیم. من قصدم اینه. الان آیهی نآوردید، نتونستید، رفتید به اون حدیث. خب حدیث منم ده حدیث، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین و الاخری، احادیث زیاد داریم، ولی من قرآن میخواستم که قرآن. الان شما پنجمین ششمین نفر بودید که آیه ندارید. خب 20 ثانیه بفرمایید تماس بعدی بگیریم. خب بله. خب متشکرم جناب کشکار. ببینید برادر عزیزم، خب ببینید شما حرفای خودتونم با هم تناقض داره. از یه طرف میگید که خدا گفته از اصحاب تبعیت کنید، از اون طرف از خود اصحاب گفتن که از اهل بیت باید تبعیت کنید چون پیغمبر گفته. خب شما معلومه که نه تابع قرآنی نه تابع سنتی، هیچی برات مهم نیست. خب با شما خداحافظی میکنیم، 20 دقیقه 20 ثانیه تموم شد، ولی برات یک چیز عرض کنم، اجازه بده فقط در پاس سوالت بی پاسخ نمونه. آقا برادر عزیزم، در مورد صحابه ضمن این که آیه صریح داریم، احادیث زیادی هم داریم از پیامبر. شما چرا میگید که صحابه گفتم از اهل بیتم پیروی کنید؟ ما احادیث زیادی داریم، تاکید بر قرآن کریم از رسول الله علیه الصلاة و السلام هم ثابت شده. اضافه بر فرمایشات رسول الله علیه الصلاة و السلام در مورد چنگ زدن به سنتش، خود حضرت علی در نهج البلاغه هم اینو میفرمایند، و اگر وقت شد دو سه تا موردش میخونم. تماس بعدی آقای پنجی، بفرما. آقای پنجی از ایران، ممنونم، متشکر، بفرمایید برادر. استاد کشکار، من زیاد مزاحم نمیشم، در 30 ثانیه، در 20 ثانیه خلاصه میکنم. خواهشان این حالا رو هم ندیدیم امثال این آقا ابن مالک و ابن نمیدونم چیز و اینا، فقط میخوان وقت برنامه رو بگیرن. اینا به حد حدودی نرسیدن که بشینن با شما مناظره کنن، حتی خدا وکیلی باش شاگرد شما هم نمیتونن مناظره کنن. تعصب باشون حرف بزنی بازم کم میارن، باید اینا رو روشون رو کم کنی، ولی خواهشان جواب ندید. بذار دو نفر دیگه که میخوان حرفای شما را گوش بدن و راه هدایت رو بگیرن، حداقل سخنان شما را بشنون و با دین اسلام که اینایی که نمیدونن حتی دست راست چه به خودشون کدومه، بقیه آگاهدار بشن که بدونن دین اسلام چی گفته. خواهشن اینا را راه ندید. این آقای ابن مالک هر کب میاد، این آقای ابن مالک هیچ کی نمیدونه، نهزد سواد آموزی کلاس داره، چی را به اجرا میدی؟ آقای کشکار تو خدا اصابمون داغون شده از این آقای بین مالک. خواهشان را ندید اینا را جیر خدای دولتان های کشکار. ممنون و متشکر، خدا حفظتون کنه، خدا حافظ شما. آمین آمین، والله شما را بزرگواران از حفظ بفرمایید، ولی
برادر محترم و ارجمنده و عزیزم، من شما را درک میکنم. واقعا این تماس ها فقط برای اتلاف وقت، ولی برادر بزرگوار ما را هم معذور بدارید. زمانی که به عنوان مثال اینها مهمانند، تماس میگیرند، خب ما هم به لحاظ شرعی شرعا واجب است بر ما که پاسخگو باشیم. این یک مورد. مورد دوم، برادر بزرگوار، الان چندین مورد داشتیم، عزیزان تماس گرفتن، ولی توجه بفرمایید، این خود همین عجز اینها و جواب نداشتن و اینکه در واقع عدم پاسخگویی از طرف اینها، این صد برابر ارزشش و تأثیرش از سخنان بنده هم بیشتر است. باور بفرما همینه برادر بزرگوارم. الان بنده صحبتم از قرآنه، از اینها یک نیم چایه خواستم، ولی ببینید همه فرار میکنن به طرف سنت، و اگر هم سنت که برویم و اونجا مناقشه کنیم، باز هم فرار میکنن به سمت سوی قرآن. این تبع این دوستان، ولی باز هم همین مجالی که باز میشه بیفایده نیست برادر بزرگوار، و ما را به بزرگواری خودتون ببخشید. تماس بعدی، آقای باقری از یزد بفرمایید. سلام علیکم. آقای باقری. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. و رحمت الله و برکاته. بفرمایید آقای باقری از یزد بفرمایید. خسته نباشی استاد. عزیز استاد. شما عنایت بفرمایید. اگر در قرآن نفرمودید که من هیچ اجری از شما نمیخوام، حضرت پیغمبر سلام الله علیه و الا مودت فی القربی، آیا داریم این آیه رو یا نه؟ مگر میشود که شما مودت اهل بیت رو داشته باشید ولی پیروی ازشون نداشته باشید؟ این در چه سوره ای برادر؟ الا المودت فی القربی؟ قل اسالکم علیها اجرا الا المودت فی القربی. درست، احسنت. احسنت. در چه سوره ای؟ آقای کشکار. باشه باشه، من جواب میدم. چشم چشم. الان من اجازه بده، من جوابت بدم. اجازه بده، فقط برای اینکه شبهه نمونه. اجازه بده برادر باقری، من این نکته جوابت بدم، بعد اجازه بهت میدم فرمایشاتت ادامه بده. الا الموده فی القربا، میدونی معناش چیه؟ الا الموده فی القربا معناش این است، زمانی که رسول الله علیه الصلاه و السلام بعث شدند، قریش به رسول الله علیه الصلاه و السلام انواع و اقسام شکنجه و آزار و اذیت و اتهام و شاعر و جاسوس و ساحر و فلان 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 تهمت دادند. پیامبر علیه الصلاه و السلام از میان این دشمنان پیامبر عمو هست، پسر عمو هست، اهل و فامیل و الی آخره، ابو لهب عموی پیامبر. اینجاست که خطاب پیامبر علیه الصلاه و السلام، ای ملت قریش، ای جامعه مکه، من از شما هیچی نمیخوام. تمام پیامبر، قل لا اسالکم علیه اجرا، تمام پیامبران از دعوتشان، از ارشادشان اجری مزدی نمی گرفتن. اینجا پیامبر میگه شما را به خدا من هیچی از شما نمیخوام، فقط این که به خاطر خیشاوندی که بین من و شما هست به من آزار و اذیت نرسانید. این معناش. بفرما الان. چرا از خودتون تفسیر میفرمایید آیه استاد؟ نص صریح قرآنه. همین تفسیر به رأی میدونید حکمش چیه استاد؟ اجازه بفرمایید دیگه. اجازه بفرمایید من جواب بدم. فرموده من هیچ عیبی از شما نمیخوام الا اینکه به اهل بیت من مودت داشته باشید. سوال بنده از بود. آقای کشکار اجازه بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. اجازه بفرمایید. من شما فرمودی هیچ کس اون دوست قبلی اون اینا آیه نمیارن و نه نه اجازه بده. خب یکی اجازه بده، اجازه بده، من اجازه بهتون میدم برادر. الان من تفسیر آیه خدمتون عرض کردم. الان باز هم الا الموده فی القربی، حتی به لحاظ دیدگاه جناب عالی و تفسیری که شما این فرمایید، باز هم کجا فرموده که از اهل بیت من تبعیت کنید؟ الان من الان ببین من چقدر کوتاه میام که بر حسب دیدگاه شما با همون دیدگاه خودتون بحث کنم. کجا این گفته که الا الموده فی القربی که از اهل بیت من پیروی کنید؟ بله آقای کشکار بفرمایید. منم با زبان شما باهاتون صحبت میکنم. اولا که خود این که مودت و بی اهل بیت اصلا حالا کار نداریم به بحث دیگه، یعنی پیروی. دوم، خود ابن حجر از امام حسن نقل میفرمایند که این یعنی تبعیت از ما.
اگه سند میخوای من بهتون سند بدم. نه نکته برای... دو خب برای یه لحظه اجازه بدید خواهش میکنم. بفهمید. نکته دوم آقای کشکار، در برابر بینندگان من از شما سوال میکنم، آیا کسانی که به اهل بیت امام حسین علیه السلام که شما میگی ما دوستش داریم، در کسانی که اون را شهید کردن با اون جنگیدند، آیا صحابه داخلشون بودند یا خیر؟ احسن. اگر بودن اجازه بده من خیلی وقت به شما دادم، اجازه بده من جوابت بدم. بعد در میان قاتلین الحسین ابن علی یک صحابی نیست. بفرمایید این جواب شما. در میان قاتلین الحسین ابن علی یک فردی صحابی نیست. بفرمایید الان در لشکری که با امام حسین جنگید پس صحابی نیست؟ نه. اگر آقای استاد ببین، خب بفرمایید استاد کشکار، به خدا خیلی زشته، اگر ثابت شد که در لشکری که با امام حسین بله جنگیدن مال فقط خود شمر و خود عمر سعد، آقای عزیز من، آقای عزیز چی میگی؟ شمر از اجازه بده خب یکی همین صحبت کن، من جواب دارم میدم، تو داری سوال مطرح میکنی جواب میدم. شمر از پیروان و از محبین و از کسانی که ادعای ولایت حضرت علی دارند و کسی بوده که در جنگ صفین در صف حضرت علی بر علیه جبهه شام شمشیر میزدند. عبیدالله ابن زیاد، آقا این چیزی که نه از کتب اهل سنت، این چیزی که در کتب خود برادرانشی، عبیدالله ابن زیاد که قاتل اولی الحسین ابن علی باز هم از هواداران سیدنا علی بوده و از خوارج بودند، این کجا صحابی است؟ اگر ما 30 ثانیه وقتمون تموم، بفرمایید 30 ثانیه. در لشکر مقابل امام حسین 100 نفر از صحابه در کتب اهل سنت هستش که بودن، 100 نفر. چطور شما میخوای از اینا پیروی کنی؟ یکیش بگو 100 نفر نیست، یکیش بگو 100 نفر از صحابه شما. عمر سعد شما ذکر کردید این صحابی نیست برادر من. عمر سعد که الان ذکر کردید صحابی نیست. من نگفتم عمر سعد، من گفتم از عمر سعد و شمر بگذاریم تا من 100 نفر صحابه بگم. یکیش بگو 100 نفر نمیخواد. یک نفر بگو برادر. آقای باقری اجازه بده دیگه. نه اجازه نمیدم، یک نفر بگو. خب وقتمون تموم، یک نفر من گفتم بگو، نه 100 نفر. یکی شب است یا شبسه؟ شب است از اصحاب رسول الله بود. لا حول ولا قوة. خب با آقای باقری خداحافظی کنیم، وقتمون تمومه. برادر باقری و دیگر بینندگان عزیز محترم، برای تأکید این مطلب این را عرض کنم که شبهه‌ای به جا نمونه که اهل سنت به شهادت الحسین ابن علی راضی باشند. بالاخره جمله است بسیار شیوا، ابن تیمیه رحمت الله در کتاب خودش می‌فرمایند: لعنت الله على من قتل الحسین وعلى من رضی بقتله وعلى من اعان على قتله. لعنت الله و ملائکته و الناس، لعنت خدا و فرشتگانش و مردم باد بر کسانی که الحسین ابن علی به قتل رساندند، و لعنت الله و فرشتگان بر کسانی که در بر قتل امام حسین کمک و همکاری داشتند، و لعنت الله و فرشتگانش باد بر کسانی که به قتل الحسین ابن علی راضی باشند. این عقیده اهل سنت و جماعت، و این را هم یک کلمه عرض کنم، به هیچ وجه یک شخصی در مورد قتل الحسین ابن علی در مقابل الحسین ابن علی سفارایی نکرده. ثالثا این را بدان، اصحابی که بودن در کوفه، دو سه تا اصحابه بودن، اینها والی کوفه، برای اینکه بدانید، اتاق فرمان یک دقیقه فقط وقت میخوام، والی کوفه به نام النعمان بن بشیر صحابی بود. زمانی که الحسین رفت، این صحابی بزرگوار چیکار کرد؟ در مورد المسلم ابن عقیل رضی الله عنه جمیعا چه در واقع نرمش ایجاد کردند، او را نه زندان کرد نه بازداشت کرد. المسلم ابن عقیل آزاد بود، در کوفه شرایط فراهم میکرد برای ورود الحسین ابن علی، و زمانی که یزید و غیره فهمیدند که این صحابی از هواداران الحسین ابن علی، او را عزل کردند و به جای او این ملعون عبیدالله ابن زیاد والی کوفه کردند. این صحابی برادر بزرگوار، یک صحابی در قتل الحسین ابن علی مشارکت نداشت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.